lose men, that's war. Sometimes the only way to honor a fallen soldier is to finish. تریلر جدید بخش داستانی بازی Call of Duty Vanguard. شرکت اکتیویژن در فاصله چند هفته‌ای باقی مانده تا عرضه بازی Call of Duty Vanguard به نمایش تریلر جدید متمرکز روی بخش داستانی اون پرداخت. بازی Call of Duty Vanguard 5 نوامبر یا 14 آبان ماه برای Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS5, PS4 و کامپیوترهای شخصی عرضه خواهد شد. حالا تریلر خوش جلوه تازه‌ای از راه رسیده که بخش داستانی این شوتر اول شخص جریان یافته تو جنگ جهانی دوم رو به تصویر میکشه. البته فراموش نکنین که بخش زامبی بازی Call of Duty Vanguard هم کمپین داستانی جداگانه خودش رو خواهد داشت که توی این تریلر جایی نداره. کمپین داستانی اصلی مثل اکثر بخش‌های بازی Call of Duty Vanguard توسط استودیوی اسلج همر گیمز ساخته شده و استودیوی تریارچ وظیفه ساخت قسمت زامبی رو بر عهده داره. بخش داستانی اصلی بازی Call of Duty جدید من و شما رو توی قالب 4 شخصیت به جبهه‌های مختلف جنگ جهانی دوم می‌بره. از اقیانوس آرام تا شمال آفریقا و از شرق تا غرب میدون‌های نبرد. آرتور کینگزلی، لوکاس ریگز، ویت جکسون و صد البته پالینا پتروفا با نقش‌آفرینی لورا بیلی به عنوان شخصیت‌های اصلی بخش داستانی این بازی Call of Duty معرفی شدند. تو جهان داستانی بازی که البته اصلاً نباید انتظار دقت تاریخی رو داشته باشین، 4 سرباز نامبرده گروه تاسک فورس 1 رو تشکیل میدن و پس از مرگ هیتلر به دنبال کشتن جایگزین اون هستن. Forged in the fire. We were the tip of the spear. We were the vanguard. Digital pre-orders get instant access to the Night Raid Mastercraft and operator Arthur Kingsley. ویدیویی از حالت‌های گرافیکی مختلف فورزا هورایزن 5 منتشر شد. استودیوی پلی‌گراوند گیمز ویدیویی از مقایسه دو حالت پرفورمنس 4K 60 و کوالیتی 4K 30 بازی فورزا هورایزن 5 رو منتشر کرد. بازی فورزا هورایزن 5 ساخته جدید استودیوی پلی‌گراوند گیمز تو ماهای اخیر میزبان گیمرای علاقه‌مند بود و تونستیم تا گوشه‌های از زیبایی و هیجان درون اون رو لمس کنیم. همچنین کمتر از چند هفته به فرارسیدن تاریخ انتشار این بازی باقی مونده و منطقیه که حالا اطلاعات مختلفی هم از این بازی منتشر بشه. به دنبال این موضوع وبسایت IGN اقدام به انتشار ویدئویی کرد که طی اون به مقایسه دو حالت گرافیکی مختلف این بازی پرداخته میشه. همونطور که اشاره شد، فورزا هورایزن 5 دارای دو حالت گرافیکی پرفورمنس و کوالیتی خواهد بود که حالت اول فریم ریت 60 بر ثانیه در وضوح 4K و حالت دوم فریم ریت 30 بر ثانیه در وضوح 4K رو توی کنسول ایکس باکس سری X ارائه میکنه. همچنین این عنوان روی کنسول ایکس باکس سری S هم با فریم ریت 60 بر ثانیه و وضوح 1080p اجرا خواهد شد.
البته استودیوی پلی‌گراند گیمز تاکید کرد که حالت 30 فریم بازی از چندین و چند ویژگی گرافیکی مختلف بهره میبره تا مثل عناوین سابق این مجموعه تجربه بازی با فریم ریت 30 بر ثانیه هم کاملا ایدئال باشه. بازی فورزا هورایزن 5 تو تاریخ 18 آبان 1400 یا 9 نوامبر برای کنسول‌های ایکس باکس و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر میشه. همچنین دارنده‌های سرویس گیم پاس میتونن توی روز عرضه این عنوان رو تجربه کنن. از بازسازی سگانه جی تی ای رونمایی شد. سرانجام شرکت راکستار گیمز از بازسازی سگانه جی تی ای 3، جی تی ای وایس سیتی و جی تی ای سان آندرس به طور رسمی رونمایی کرد. This nigga must got the baby dick. Yeah. And all this shit paid for with bad credit. Like that? Bobby big dick on a nigga, huh? Shit, for real, homie. راکستار گیمز به مناسبت 20 سال شدن عنوان جی تی ای 3 اعلام کرد که این بازی در کنار نسخه های وایس سیتی و سان آندرس تو قالب یک کالکشن ویژه به کنسول های مدرن و رایانه های شخصی میاد. این شایعه برای مدتی طولانی توی فضای مجازی دیده میشد و حالا شاهد تایید رسمی هستیم. بر اساس گزارش‌های قبلی این سگانه شامل بهبودهای متعددی میشه. راکستار گیمز تا به این لحظه اطلاعاتی پیرامون این سگانه به اشتراک نذاشته، اما قول داده که به زودی جزئیات بیشتری منتشر بشه. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. Man, fuck this shit. What's the line? Hey, you don't see me driving here? تنها موضوعی که راکستار گیمز روی اون تأکید داره حفظ کیفیت کلاسیک این آثاره. به عبارت دیگه انتظار تحول گرافیکی نداشته باشین. Thank you.
GTA The Trilogy The Definitive Edition در اواخر امسال برای PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X و S, Nintendo Switch و رایانه‌های شخصی از طریق لانچر راکستار گیمز منتشر میشه. I don't get you, bro. You are a racist and I don't like you. And I will not sell you this car. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. Hey, you are all the same. This racist insulted me. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this. When he real mean, he gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. همچنین این سگانه در نیمه اول سال 2022 به iOS و اندروید میاد. راکستار گیمز همچنین اعلام کرد که نسخه های کلاسیک از تمامی فروشگاه ها حذف خواهند شد. This jump change, how I'm gonna knock a bad, grown and sexy bitch if I ain't got a fat pea's eye? Who you trying to impress? Your auntie Denise, with all that ass, nigga, she got ass. She grown.